أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرساها ان ربي لغفور رحيم. او گفت به نام خدا بر آن سوار شوید و به هنگام حرکت و توقف آن یاد او کنید که پروردگارم آمرزنده و مهربان است. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. و او آنها را از لابلای امواجی همچون کوه ها حرکت می داد و در این هنگام نوح فرزندش را که در گوشه قرار داشت فریاد زد: پسرم همراه ما سوار شو و با کافران مباش. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. گفت به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند. گفت امروز هیچ حفاظتی در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند. در این هنگام موجی در میان آن دو حائل شد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان خودداری کن. آب فرو نشست و کار پایان یافت و کشتی بر دامنه کوی جودی پهلو گرفت و در این هنگام گفته شد دور باد قوم ستمگر. و نادا نوح ربه فقال رب این ابنی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. نوح به پروردگارش عرض کرد: پروردگارا، پسر من از خاندان من است و وعده تو در مورد نجات خاندانم حق است و تو از همه حکم کنندگان برتری. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فرمود ای نوح، او از اهل تو نیست، او عمل غیر صالح است، بنابراین آنچرا از آن آگاه نیستی از من مخواه، من به تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی. قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. عرض کرد پروردگارا، من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم و هرگاه مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم من من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا
عذاب الیم. به نوح گفته شد: ای نوح، با سلامت و برکت از ناحیه ما بر تو و بر تمام امتهایی که با تو اند فرود آی، و امتهایی نیز هستند که ما آنها را از نعمتها بهرمند می سازیم، سپس عذاب دردناک از سوی ما بر آنها می رسد. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر این اینها از خبرهای غیب است که به تو ای پیامبر وحی میکنیم، نه تو و نه قوم تو اینها را قبل از این نمی دانستید، بنابراین صبر و استقامت کن که عاقبت از آن پرهیزگاران است. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. با آنها گفت: ای قوم من، الله را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست، شما فقط تهمت می زنید. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ای قوم من، من از شما پاداشی نمی طلبم، پاداش من فقط بر کسی است که مرا آفریده، آیا نمی فهمید؟ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. و ای قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید تا باران آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیروی بر نیروی شما بیفزاید و روی از حق بر نتابید و گناه نکنید. قالوا یا هود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتاریکی آلهتنا عن قولك وما نحن لك. گفتند: ای هود، تو دلیلی برای ما نیاورده ای و ما خدایان را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد و ما اصلا به تو ایمان نمی آوریم. این نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال این اشهد الله واشهد انی بریء مما تشركون. ما فقط درباره تو میگوییم بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده و عقلت را ربوده اند. نوح گفت: من خدا را به شهادت می طلبم، شما نیز گواه باشید که من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم. من فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ. از آنچه غیر او می پرستید، حال که چنین است همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید، اما بدانید کاری از دست شما ساخته نیست. اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دابت الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. چرا که من توکل بر الله که پروردگار من و شماست کردم، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه او بر وی تسلط دارد، اما سلطه توأم با عدالت، چرا که پروردگار من بر صراط مستقیم است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. و اگر روی گردانید من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم و خداوند گروه دیگری را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید. پروردگار من حافظ و نگهبان هر چیز است. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. و هنگامی که فرمان ما فرا رسید هود و آنها را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات بخشیدیم و از عذاب شدید آنها را رها ساختیم. و تلك عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر كل جبار عنید. و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و رسولان او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پیروی کردند. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه الا این عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. با دنبال آنها در این جهان لعنت و نام ننگین ماند و در قیامت گفته می شود بدانید عاد نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند. دور باد عاد قوم هود از رحمت خدا و خیر و سعادت. و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من الله را پرستش کنید که معبود جز او برای شما نیست. او است که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذار نمود. از او آمرزش بطلبید سپس به سوی او بازگردید که پروردگارم به بندگان خود نزدیک و اجابت کننده تقاضای آنهاست. صدق الله العظيم. راست گفت خداوند بزرگ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين آمین یا رب العالمین. بنندگان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را که در پناه عزیز منان بوده باشد و باز هم طبق معمول دقایق را با هم در زیر سایه های قرآن کریم سپری میکنیم. خدا را که به همه ما و شما توفیق عمل نصیب بکنه و تا بتوانیم از این رهنمودهای خجسته و مبارک الهی بهره ای ببریم. درس امروز من از آیه 52 سوره مبارکه هود آغاز میشه و ما در ادامه داستان هود علیه السلام هستیم. در درس قبلی دیدیم که حضرت هود علیه السلام بسان دیگر انبیاء علیه السلام به قومش، به ملتش، به مردمش خطاب میکنه که یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. قوم من، ملت من، مردم من،
ما در مقابل این دعوت و این فراخوان و این برنامه‌ای که به شما پیشکش میکنم کدام مزدی را مطالبه ندارم و مزدی ما بر کسی هست که او آفریدگار و آفریننده ما هست و سرشت ما را به وجود آورده هست. افلا تعقلون، آیا در این نمی اندیشید؟ در این دعوتی که خالی از انگیزه هاست و عاری از عوامل هست، عوامل مادی هست، شما در این نمی اندیشید، تفکر نمی کنید، تعقل نمی کنید. اگر بی اندیشید بینن آنگونه که شما کورکورانه داوری می کنین و قضاوت می کنین که مبنای این دعوت هم انگیزه تشکیل می ده و انگیزه یابی می کنین برای این دعوت و عامل تراشی می کنین، از این چیز دست می کشید. بعد از او نکته دیگری هست که حضرت نوح علیه، حضرت هود علیه السلام قومش به او فرا می خوانه و یا قوم استغفروا ربکم الذی ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزیدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. ای قوم من، استغفار پیشه بکنید، از پروردگارتان طلب آمرزش بکنین و بعد از او برگردید به پروردگارتان تا ای که آسمان را بر شما ریزنده و بارنده بکند و بر نیروی شما قوتی بر قوتتان و نیروی بر نیرویتان و شدتی بر شدتتان بیفزاید. ولا تتولوا مجرمین، و گناهکارانه روی مگردانید از این دعوت مبارک. تعدادی از مفسرین میگن که استغفروا ربکم در اینجا به معنای توحید است و به معنای عبادت خدا هست، چون چیزی که در اینجا هود علیه السلام قومش فرا میخواند او عبارت از توحید هست و دعوت به سوی خدای یگانه هست. درسهای زیادی این آیه مبارکه و این آیه کریمه دارد که ما از جمله درسهایی را که آیات مبارکه دارن میگیریم، یکیش هم این است که تمسک به برنامه خدا، چنگ زدن به شریعت خدا و به شریعت خدا آسانی، سهولت، نعمت و آسایش به بار میاره. شما میبینین که حضرت هود علیه السلام به قومش میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اول از گناهانتان آمرزش بخواین از پروردگارتان و بعد به سوی پروردگارتان بر بگردین از او گناهایی که کردین. یرسل السماء علیکم مدرارا، تایی که آسمان برای شما ریزنده و بارنده بکنه. و یزیدکم قوتا الی قوتکم، که تعداد زیادی از مفسرین هر کدامش یکی گفته شدتا الی شدتکم، خصبا الی خصبکم، دیگرش گفته یکی دیگر چیزی دیگری گفته مالن الى اموالکم، ولدن الى ولدکم. همه اینها اینه میرسانه که قوت کلمه عام هست، نیرو هست، نیروی مادی، نیروی معنوی، زندگی سرشار. و اگر شما میخواین زندگی عاری از همه دغدغه های رنج و علم داشته باشین، شما اگر میخواین یک زندگی سعادتمندانه داشته باشین، چنین زندگی درگیروی گیرویدن به خدا و برنامه خداست. چنین زندگی در گیرویدن به خدا و برنامه خداست. بنان پیامدی سرگذاشتن بر آستان شریعت خدا و برنامه خدا و دوری جستن از شریعت انسان و پناه بردن به شریعت رحمان، ای هست که انسان ها می توانند زندگی عاری از همه
مصیبت ها، رنج ها و ناگواری ها را داشته باشند. از این آیه مبارکه مفهوم جانب مقابلش که فهمیده میشه این هست که رنج ها، درد ها، نبود نیرو، ضعف و ناتوانی، زبونی و خار و ذلت، خاری و ذلت، نکبت و استعمار و استحمار و استخراب و همه اینها پیامدی طبیعی دوری از برنامه خداست. ملت هایی که از شریعت و برنامه خدا به دور هستند بالقطع که اونها در حالت ذلت و زبونی و بی‌عدالتی و ناارزشی زندگی میکنن. اگر قوت هم وجود داشته باشه، اگر نیروی هم وجود داشته باشه، این نیرو فراگیر نیست، این نیرو همگانی نیست، به این معنا که این نیرو در خدمت همگان قرار ندارد، در خدمت یک قشر مشخصی و یک گروهی مشخصی از انسان ها قرار دارد. بران یک درسی بسیار مهمی هست که ما باید از آیه مبارکه بگیریم که اگر ما میخواهیم که با خدا بر بگردیم، اگر ما میخواهیم زندگی حتی در همین دنیا زندگی سعادتمند داشته باشیم، به نیروی همگانی دست پیدا بکنیم، با قدرت و زندگی خصب و پرتراوت اگر دست پیدا بکنیم، این زندگی پرتراوت زائیده زیستن در زیر برنامه های قرآنی هست. و درس بعدی را که از این آیه مبارکه میگیریم این هست که آدمی نباید دعوت حق را جاهلانه و گناهکارانه و مجرمانه پشت پا بزند و با دعوت حق لبیک نگه. شایسته ای انسان و انسانیت نیست که وانگهی که دعوت و برنامه الهی به سراغ اینها میآید، دروازه های اینها را تک تک میزنه، اینها مجرمانه و گناهکارانه به دعوت الهی پشت بکنن و روی بگردانن و یه شایسته انسانی انسان و انسانیت نیست. به امیل هاست حضرت هود علیه السلام به قومش میگه که ولا تتولو مجرمین. در مقابل میبینیم که پاسخ قوم نوح علیه السلام چگونه هست. قالو یا هود ما جئتنا ببینتین، گفتن ای نوح تو کدام حجتی آشکار برای ما و کدام دلیلی روشن برای ما نیاورده ای. و ما نحنو بتاریکی آلهتنا عن قولک، ما با قول تو و با گپ تو خدایان خدا و معبودهای خدا رها نمی کنیم و نمی گذاریم. و ما نحن لک بمؤمنین، و همچنان ما با تو اصلا ایمان نمی آوریم. این نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسو، و جزیر نمی گوییم که شماری از خدایان ما و معبودهای ما به دلیلی که تو به اونها بدگویی کرده تو را مصاب به بعضی چیزها کردن، یعنی به دلیل اینکه شما و آلهه ما را مورد نفرین قرار دادی، این آلهه ما تو را دچار و مبتلا به سوی و به مشکلات کرده. قال اینی اشهد الله و اشهد انی بری ام ما تشکون. حضرت هود علیه السلام میگه خدا را من گواه میگیرم و شما را گواه باشین که ما از آنچه که شما شرک میارین بری هستم و بیزار هستم. میبینیم که منطق جاهلیت همیشه همین گونه هست. اینها در برابر سخن حق نه تنها که تسلیم نمیشوند، نه تنها که ظرفیتی را ندارن که سخن حق و پهنای این برنامه کلان درک بکنن و نه تنها تسلیم این برنامه می شوند، بلکه بعد می روند انگیزه یابی می کنن، عوامل می پالن، اسباب پیدا می کنن، علت ها را جستجو می کنن که
علتی را بیابن، عواملی را پیدا بکنن، اسبابی را پیدا بکنن که به این اسباب به یک نحوی از انها و به یک شکلی از اشکال به این دعوت نسبت بتن تا ای که مردم از مسیر حق منحرف سازن. و چیزی دیگری را که در این آیه مبارکه بسیار واضح هست این هست که بینش کج و نادرست و جاهلانه اینها را نشان میده که آلهه و معبودهای باطلی که از دستشان چیزی بر نمی آید، ولی اینها یک قدرتی را به این نسبت میتن، این نقول الا تراک بعض آلهتنا. اما در مقابل نیرو سخنگوی حق که اینجا حضرت هود علیه السلام هست، اللهی که دارای همه صفات کمال هست، ای را به گواهی میگیره و اینها هم که اهل شهادت هست اینها را به گواهی میگیرد که از این همه شرکیات و از این همه نسبت دادنها، همه ای اقوال اینها را که اینها سخن حق نمیپذیرن، قدرت بغیر الله نسبت میکنن، ای را در تصور حضرت هود علیه السلام که تصور ربانی هست ای را شرک میپنداره. به امیل حاض میگه اینی بری ام مما تشرکون، انی بری ام مما تشرکون، ما از آنچه که شما شرک میورزید از او بیزار هستم، متنفر هستم و بدور هستم. تا تقدیم برنامه بعدی که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.